بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله دروس آنلاین دانشگاه جامی، چپتر دوم، مضمون دراینگ دو از پوهنزه انجینری دپارتمنت سول تدریس میشه و قرار است که در این کلیپ تمام مفاهیم مربوط به نقاط و خطوط در فضا که مربوط به چپتر دوم میشه تحت پوشش قرار داده میشه. خب در ابتدا یک مقدمه خواهیم داشت بر موقعیت خطوط و نقاط در فضا و بعد از مقدمه به طور خاص موقعیت نقاط در فضا مورد بحث قرار میگیره و تمام جوانب از او بحث میشه و بعد از او موقعیت یابی یک نقطه تدریس میشه که چی رقم ما موقعیت یک نقطه مشخص میکنیم و یا ای که در چه صورتی ما میتونیم در حالی که دو موقعیت از یک نقطه داشته باشیم موقعیت سوم با اندازه گیری به دست بیاریم با متدهای خاصی که داره و همچنین خطوط در فضا مورد بحث قرار میگیره و در ادامه types of lines یا انواع خطوط مورد بحث قرار میگیره. Points and lines in space، نقاط و خطوط در فضا. خب شما فعلا قادر به این هستیم که یک جسم سه بعدی به صورت اوراق جداگانه دو بعدی دوباره او ریپرزنت کنیم یا نشان بدیم. چه صورت؟ چنانچه ما قبلا بحث کرده بودیم که وقتی جسم سه بعدی داخل یک باکس قرار میگیره یک تصویر به ما ارائه میده و ما تصاویر از او از طریق مولتی ویو پروجکشن انتقال میدیم به رو نماهای فرانت، تاپ و پروفایل از او و سه تصویر از یک جسم ما حاصل میکنیم که او میشه مولتی ویو پروجکشن. و همچنین ما میگیم که سالیدها یا اجسام سه بعدی اینها از یک تعداد زیادی نقاط و خطوط تشکیل شدن. وقتی نقاط به هم وصل میشن خطوط ایجاد میکنن و تعداد خطوط با هم یک جا میشن صفحات ایجاد میکنن و صفحات در نهایت اجسام وجود میارن که در ابتدا وقتی که ما ببینیم دو تا نقطه که با هم وصل میشن خط ایجاد میکنن و حداقل سه خط با هم بپیوندن سرفیس یا صفحه ایجاد میکنن و چندین صفحه که یک جاشن اجسام رو به وجود میارن. خب موضوع points in space، ما در ابتدا یک جسم داخل باکس شیشه‌ای در نظر میگیریم و یک نقطه از اون جسم در نظر میگیریم که نقطه A باشه. ما نقطه A همچنین پروجکت میکنیم بر رو نماهای دیگه هم نشان میدیم. در مثال روی نمای فرانت، روی نمای هوریزونتال یا تاپ و روی نمای پروفایل. اینا همه موقعیت‌های نقطه A هستند. از لحاظ تیوری نقطه دارای ابعاد نیه، یعنی طول و عرض و ارتفاع نداره بلکه فقط موقعیت داره. پس ما وقتی خواسته باشیم یک نقطه رو مشخص کنیم و مورد بحث قرار دیم فقط میتونیم موقعیت از اون تثبیت کنیم که طریقه تثبیت موقعیت نقطه تئوری که او توسط یک خط چلیپا نشان داده میشه، تئوری که در نمای تاپ میبینیم اینجا AH یعنی A در نمای هوریزونتال در همین موقعیت قرار داره، AF A در نمای فرانت در این موقعیت قرار داره و AP یا A در نمای پروفایل در این موقعیت قرار میگیره. خب ما میبینیم که پوینت M حال هم در روی جسم سه بعدی یا بلاک اینجی مشخص شده و همچنین به روی سه نمای پروجکشن شده از او هم مشخص شده. خب شما می‌بینید ملتی به نام مولتی ویو دراینگ یاد میشه، یعنی دراینگ چند نمایه. این دراینگ سه بعدی از اونه یا ویج بلاک از اونه، اما اینجی مولتی ویو دراینگه. چرا مولتی ویو؟ سه نما داریم، نمای تاپ، نمای فرانت و نمای پروفایل. این بود طریقه مشخص کردن موقعیت یک نقطه در فضا که با توسط یک چلیپا مشخص میشه و نامگذاری میشه. نام خود نقطه همیشه به حروف کوچک و نام
پروژکشن پلنه که در او قرار داره با حروف بزرگ انگلیسی نامگذاری میشه. خب ما میخواییم که با متدایی که اینجا وجود داره موقعیت یک نقطه در جاهایی که نداریم به دست بریم. طور مثال اینجا موقعیت نقطه M در نمای هوریزونتال و در نمای فرانت برای ما داده شده. MH یعنی موقعیت نقطه M در پروجکشن پلین هوریزونتال و MF یعنی موقعیت نقطه M در پروجکشن پلین فرانت. اما ما در پروفایل نداریم نقطه M. ما میتونیم با این دو معلوماتی که در دسترس ما قرار داره موقعیت نقطه M در پروفایل هم به دست بیاریم. از ما اینجا مسئله چی میخواهه؟ ما میگه که نماهای تاپ و فرانت نقطه M به شما داده شده. موقعیت پوینت M به رایت ساید به دست بیاریم و این موضوعات زیر هم مشخص کنیم که یکی اول اینه که پوینت M بیلو در هوریزونتال پروژکشن پلین بگیم که کجا قرار داره، چقدر فاصله از اون میشه. خب پوینت M بیلو در هوریزونتال پروژکشن پلین میشه در فرانت، چرا که موقعیتی که اینجا فعلا ما قرار داریم این بیلو در هوریزونتال میشه، هوریزونتالی بالا قرار داره و این پایین از هوریزونتال قرار میگیره. موضوع بعدی که از ما میخواد موقعیت پوینت M بیهایند فرانت پروژکشن پلین، در پشت فرانت پروژکشن پلین. وقتی که شما یه پس به صورت باکس سبودی در نظر بگیریم فرانت پروژکشن پلین در پیش رو ما قرار داره و این موقعیت M که در تاپ یا هوریزونتال قابل مشاهده این بیهایند پروژکشن پلین فرانت میشه، یعنی پشت فرانت قرار داره. خب ما پس وقتی این موقعیت خواستیم دست بیاریم فاصله از ورتا فود لاین اندازه میگیریم و پوینت M to the left of the profile projection plane، میگه موقعیت نقطه M to the left of profile projection plane یعنی به طرف چپ پروفایل، اینجا موقعیت پروفایل پلین مانه و به چپ از او یعنی از فود لاین تا به موقعیت نقطه M در فرانت این فاصله اندازه گیری میشه. حالا ما میریم با استفاده از مولتی ویو پروژکشن و اورتوگرافیک جیومتری پروژکشن ما این موقعیت جدید نقطه M در پروفایل به دست میاریم. خب پروسیجر از این قراره که در ابتدا یک پروژکشن لاین از نقطه MF، این موقعیت MF یعنی نقطه M در نمای فرانت، یک پروژکشن لاینی که فود لاین FFP ما رو قطع کنه. فود لاین FFP ای هست ی فود لاین که در بین پروفایل و فرانت قرار داره. ما پروژکشن یک خط نازک آبی کش کردیم که امتداد محل قرار گرفتن M در پروفایل به ما نشون میده، اما فاصله دقیق نمیفهمیم کجا باید باشه. در قدم بعدی ما فاصله از فود لاین HF که ای باشه، از ای فود لاین الى موقعیت در هوریزونتال اندازه میکنیم که M و H هست. ای فاصله ما به خط کش اندازه میگیریم و در آخر انتقال میدیم به جا از، یعنی از کنار فود لاین پروفایل به ای سمت ما همین اندازه اکسر پیاده میکنیم و اون موقعیت با یک علامه چلیپا نشانه گذاری میکنیم که میشه MP یا موقعیت نقطه M در نمای پروفایل. ما به طریق تونستیم با دو موقعیتی که از نقطه M داشتیم موقعیت سوم از اون به دست بیاریم و چیزی که مثلا از ما خواسته بود حاصل شد. حالا ما میتونیم ای فاصله که داریم میشه فاصله بیهایند فرانت پروژکشن پلین، ای فاصله از ای فود لاین تا به ای نقطه M میشه فاصله نقطه M در بیلود هوریزونتال پروژکشن پلین و ای فاصله که ما با خط کش بسنجیم میشه فاصله نقطه M to the left of profile projection plane. خب حال مسئله تغییر میکنه، ما دو موقعیت دیگه از نقطه M داریم. ما موقعیت نقطه M در نمای تاپ یا هوریزونتال و در نمای پروفایل یا رایت ساید داریم. این ما به نام رایت ساید هم یاد میشه به نام پروفایل هم، این ما به نام تاپ هم یاد میشه به نام هوریزونتال هم، که بیشتر در دراینگ دو این تاپ ما دیگه تاپ نمیگیم، نمای هوریزونتال میگیم و به این ما هم نمای پروفایل میگیم. خب موقعیت در نقاط موقعیت نقطه M ما در هوریزونتال و پروفایل داده شده، از ما میخواد که در فرانت موقعیت به دست بیاریم. پروسیجر چیه؟ از چه طریق میتونیم به دست بیاریم؟
دیگه یک پروژکشن لاینی از روی نقطه که در هوریزونتال داریم به سمت نمای فرانت دست میکنیم و یک پروژکشن لاین هم از قسمت موقعیت نقطه M در پروفایل به سمت فرانت رسم میکنیم که این پروژکشن لا باید 90 درجه بر فود لاین باشه، در اینجا زاویه 90 بسازه و در اینجا هم زاویه 90 بسازه، هر جا که اینا همدیگر قطع کرد اون موقعیت نقطه M در فرانت هست. موقعیت نقطه M از این طریق در فرانت هم پیدا شد. یه فقط تقاطع پروژکشن ها میتونه موقعیت نقطه رو برای ما بده. شرط که پروژکشن ها عمود بر فوت لاین رسم بشه در هر موقعیت. خب مبحث بعدی ما lines in space یا خطوط در فضا. خب میگیم یک لاین توسط دو نقطه تعریف میشه که نقاط ما به هم وصل کنیم لاین یا خط ایجاد میکنه. برای اینکه ما بتونیم نمای همو لاین برو پروژکشن پلین ها ایجاد کنیم باید هر دو نقطه از اون انتقال بدیم. طور مثال ما وقتی داخل از این باکس خط سی دی در نظر میگیریم، یک شکل دیگه مخروط مانند سبودیه که در داخل باکس به رنگ آبی رسم شده و این موقعیت سی سر اول خط و موقعیت دی انجام بعدی خطه، خط سی دی. خب ما وقتی که خواسته باشیم خط سی دی رو به روی پروژکشن پلین ها انتقال بدیم باید هر دو انجام از اون پروژکت کنیم به روی فرانت که نقطه سی از این طریق پروژکت میشه به روی فرانت و نقطه دی هم از اینجا پروژکت میشه به روی فرانت و وقتی این دو نقطه رو به هم وصل کنیم خط سی دی در نمای فرانت به ما میده و می ترتیب وقتی که موقعیت سی رو به صورت عمود پروژکت کنیم به هوریزونتال و موقعیت دیر هم صورت عمود پروژکت کنیم به هوریزونتال و این نقاط با هم وصل کنیم خط سی دی در هوریزونتال به دست میه و من می ترتیب در پروفایل هم به دست میه. ما می بینیم که حال از این طریق لاین سی دی ما هم به رو خود جسم مثل بودی معین شد و هم به رو هر سه نمای دو بودی. خب ما به یک حقیقت اینجی دست میابیم که لاین سی دی ما به اندازه واقعی خو اینجی نیه، یعنی ترولنت نیه، یعنی این چیزی که ما در نمای فرانت طور مثال از خط سی دی میبینیم این اندازه واقعی خط سی دی نمیده و در تاپ یا هوریزونتال هم که میبینیم اندازه واقعی سی دی برای ما نمیده، همچنین در پروفایل. علت اینه که وقتی اندازه سی دی ما بر روی نمای فرانت به اندازه واقعی خوب بود که سی دی در موقعیت فعلی خوب موازی به نمای فرانت بود در حالی که موازی نیه. خب اینجا موضوع ترولنت یا اندازه واقعی دوباره مورد بحث قرار میگیم. وقتی که یک خط به اندازه واقعی خوب نباشه و کوتاه‌تر از اون چیزی که در واقعیت هست نشان داده شه او به نام فور شارتند یاد میشه، یعنی نمای کوچکتر شده از اون. خب چنانچه ما این سه نمای که از باکس گرفته بودیم، یعنی اینجا ما باکس داشتیم و داخل از جسم سبودی بود، سه نما رو با پروجکت کردن نقاط به دست آوردیم، یعنی نمای تاپ فرانت و پروفایل که اینجا صورت دو بودی داریم، سی دی در نمای تاپ، سی دی در نمای فرانت و سی دی در نمای پروفایل. و وقتی که میگیم خط به اندازه واقعی یا ترولنت خود دیده نشه او فور شارتند یا کوتاه شده یاد میشه. میگیم وقتی که لاین سی دی موازی به فرانت پروژکشن پلین باشه او در فرانت به صورت ترولنت دیده میشه، یعنی وقتی که طور مثال خط در نمای هوریزونتال موازی باشه به فود لاین ما او در فرانت به صورت ترولنت یا طول واقعی دیده خواهد شد که باز بعدا چند مثالی از او نمایش خواهیم داد.
خب در این فیگوری که ما داریم لاین سی دی ترولنت نیه، به هیچ کدام از نماها ترولنت نیه، چون در هیچ کدام از نماها سی دی ما موازی به فود لاین نیه که تا در نمای بعدی خو به صورت ترولنت دیده بشه. پس در همه نماها فور شارتند یا کوتاه شده از است. خب در مبحث تایپس آف لاینز ما میتونیم که موضوع ترولنت را هم کاور کنیم و تشریح بدیم. خب میگیم خطوطی که به یکی از نماهای پرایمری ما یعنی فرانت، هاریزونتال و پروفایل موازی باشه به نام پرنسپل لاینز یاد میشه. طور مثال اینجا خط سی دی ما موازی به چیه؟ موازی به فرانته. میبینیم این فود لاین که اینجا قرار داره از این به پایین دیگه معدودی فرانت پروجکشن پلین مانه، چون این در هاریزونتال قرار داره و موازی با فود لاین فرانت هست. پس چیکار شد؟ در فرانت صورت ترولنت دیده شد. پس هر خطی که میگیم موازی به یکی از این سنمای اصلی ما باشه، یا موازی با هاریزونتال باشه، یا موازی به فرانت، یا موازی به پروفایل، به نام پرنسپل لاینز یا خطوط پرنسپل یاد میشه. خب میگیم خطی که موازی به فرانت پروجکشن پلین باشه به نام فرانتال لاین یاد میشه. ببینیم این خط سی دی ما اینجی موازی به فرانت پروجکشن پلینه، به نام فرانتال لاین میگیم. سی دی یک فرانتال لاینه، چرا که در فرانت و صورت ترولنت هم دیده شده. میگیم the projection of a frontal line is ترولنت in front view. frontal line پس همیشه در فرانت ترولنت هست. همون نامی که یاد میشه در همون نما ترولنت یا به اندازه واقعی خود دیده میشه. این اندازه اندازه واقعی خط سی دی، یعنی ما وقتی اندازه گیری کنیم با خط کش این اندازه واقعی از اونه. در ادامه مبحث types of lines میبینیم پروفایل لاین و هاریزونتال لاین هم تشکیل میکنیم. میگیم وقتی که یک لاین یا خط ما موازی به نمای هاریزونتال باشه او به نام هاریزونتال لاین یاد میشه. ببینیم این خط موقعیت خود خط ما در فرانت مورد بحث و بررسی قرار میدیم. سی دی ما در فرانت قرار داره اما موازی به هاریزونتال، ای فود لاین مشترک، حال این محدوده مربوط به هاریزونتال هست، مربوط به نمای هاریزونتال، و خط ما موازی به این فود لاینه، یعنی پس موازی به کل هاریزونتال هست. چرا که در هندسه یک اصل داریم که وقتی خط به یکی از خطوط یک صفحه موازی بود با کل صفحه موازیه. خب ما از این فود لاین به این طرف نامحدود هرچی فضا داریم مربوط به هاریزونتاله. پس این خط ما آماد با یک خط از او یعنی فود لاین از او موازی شد با کل خطوط نمای هاریزونتال ما موازیه. پس همین خط سی دی ما موازی با هاریزونتاله. پس ای در هاریزونتال باز به صورت ترولنت یا اندازه واقعی خود دیده خواهد شد. خب میگیم پروجکشن یک هاریزونتال لاین در خود نمای هاریزونتال ترولنته. خطی که موازی به نمای هاریزونتال بود به نام هاریزونتال لاین یاد میشه و در نمای هاریزونتال هم ترولنت یا به اندازه واقعی دیده میشه. خب پروفایل لاین چی هست؟ پروفایل لاین هم خطی که موازی به پروفایل پروجکشن پلین باشه. خط سی دی در فرانت مشاهده کنیم میبینیم که این موازی به فرانت پروجکشن پلینه. به اون ترتیب که گفتیم این فود لاین سرحد فرانت و پروفایل تعیین میکنه. یک فود لاین یک خط مشترکیه. خب میبینیم وقتی که سی دی ما اینجی به خود فود لاین موازی بود پس یعنی به کل پروفایل موازیه دیگه، پس در یک پروفایل لاین نامیده میشه. اینجی پروفایل لاین نامیده میشه و در پروفایل هم به صورت ترولنت یا اندازه واقعی خود دیده میشه. و خاصیت خاص دیگه که پروفایل لاین داره اینه که نماهای از او در تاپ و فرانت همیشه عمود بر فود لاین میایه. ببینیم نمای خط سی دی ما در فرانت و هم نمای خط سی دی ما در هاریزونتال، هر دو تا از اونا عمود بر فود لاین هم. این از مشخصه های پروفایل لاینه.